این داستان دوست خانگی. وایسین، کالاهای زیادی دارید ولی به درد ما نمیخوره. هر آنچه سکه دارین رو کنین. هر چه سکه با خودمان داریم مال شما. سکه ها رو بفرمایید. چند سکه بود؟ 4 سکه. جاراییتان همین است؟ خواهش میکنیم به جان ما رحم کنید. ما آنچه با خود داشتیم لباس و آذوقه از شهر خریدیم. مادرشون کن هرچه دارن بدن. رحم کنید، رحم کنید. شما متقلب ها رو باید کش. های رهایشون کنید، اگر نم مغزتون رو خورد میکنم. ای متقلب ها مظلوم دیرم. کجا داری میری؟ کجا میری؟ الان به خدمت تو هم میرسم. فکر کردی میتونی از دستم در بری؟ چرا در رفتی؟ ترسوها شرشان را کم کردم. سپاسگزارم، خدا نگهت داره. چه خوب شد که به موقع رسیدم. این وقت شب کجا می روی؟ مقصد ما خانواده. هر جا که باشه، من از این دربدری خسته شدم. دلت می خواد همسفر ما بشوی؟ هرچه سرنوشت بخواد. پس پرو پشتکاری، سوار شو برویم. را بیافت بریم. چه امارت زیباییه. بفرمایید داخل. خونه خودتونه. بعد از این شب طولانی امروز را میهمان ما باش. البته اگر مایلی. قدم نمیاد. بریم. سلام، میهمان داریم. بابا اومد. دیشب راهزنها به ما حمله کردن و این دوست عزیز ما را از گرفتاری نجات داد. بازم راهزنها؟ آخه پس کی از دستشون خلاص میشیم؟ زیاد نگران نباش، از مهمان عزیز من پذیرایی کن. تو ایوون. واقعا که چی با خودت میگویی؟ آخه نمیفهمم این قلچماق کیه که با خودت آوردی؟ آرام تر حرف بزن، صدای ما را میشنود. آرام تر. خب بذار بشنوه. مگه چیه؟ میدانی او ما را از دست راهزنها نجات داده. تازه در نظر دارم او را به کار در مزرعه دعوت کنم. حتما پیشکار خیلی خوبی میشود. چی گفتی پیشکار؟ آخه با یه گلاویز شدن با راهزنها چه اطمینانی به اون پیدا کردی؟ این که کافی نیست، اصلا خودت میدونی. تمام کالاها را جابجا کردم. در ضمن این مرد غذایش را خورده، بفرستمش برود؟ نه نه، کجا بفرستی؟ میخواهم او را پیشکار خودم بکنم. چی؟ پیشکار؟ نه ارباب، این اصلا به صلاح شما نیست. تو صلاح و ناصلاح چی سرت میشه؟ همینقدر بدون چون آدم تنومندیه کارگرای مزرعه اینطوری از من بیشتر حساب میبرن. برو کنار، میخواهم داخل شوم. خود دانید ارباب، اما من که به او اطمینان چندانی ندارم. آسوده باش، آسوده باش. تو گفتی که نامت چیست؟ شیرزاد ارباب. الحق که نامت برازنده توست. خواب خوشی برایت دیدم شیرزاد. خیر باشه ارباب. اگر قبول کنی پیشکار من بشوی، حقوق خوبی به تو میدم. من در خدمتگزاری حاضرم. جای خوابت را قدم علی نشانت میدهد. روزها به جای من به مزرعه میروی و از کارگرها کار میکشی. خب چطور است؟ هرچه ارباب اراده کنن من انجام میدم. خوب است، فردا صبح کارت را شروع میکنی. تنبلی نکنی، کار کنی. روز باشین، مفت کنی دیگه بسه. کار کنی، بیدتون رو چکن بدی. کار کنید، بجنبین، بجنبین. خوب آدمی پیدا کردم، اونو از کارگرها حسابی کار میکشه. وقت اقبال با من یار بود، راهزنها به من حمله کردن اما گنجی بزرگتر یافتم. قربان، باز چی شده قدم علی ها؟ کارگرها از دست شیرزاد خیلی شاکین. او همه را شلاق میزند. دیروز بی جهت پسر کرم علی را زد و باعث شد بین او و کرم علی برخورد بدی به وجود بیاید. شیرزاد بدگویی نکن، او کار خودش را بلده. من تازه دارم احساس راحتی میکنم. اومنگم اومنگم.
چه فرمایشی دارین؟ من سخنی با ارباب دارم، خونه هست؟ تو شیرزادی نه؟ پیشکار ارسلان خان. آره. خیلی خوب، بفرمایید. پس یعنی اجازه هست؟ بله. خیلی خوب. خب پس شیرزاد آمده، ببینم چه کار دارد. عرض ادب میکنم خدمتتون موسی خان. بگو از من چه کاری ساخته است شیرزاد؟ در زمین مجاور مشغول سرکشی بودم. اسب من در پی اسب شما به داخل املاکتان آمد. اگر اجازه بدهید اسبم را با خودم ببرم. ایرادی ندارد، برو و اسب شیرزاد را به او برگردان. سپاسگزارم قربان، اگر خدمتی باشد بنده به جان میخرم. تعریفت را خیلی شنیدم، اگه جای تازه‌ای برای کار خواستی نزد من بیا. سایتان پایدار، حتما میایم. خیلی خوب، برویم دیگر. پیشکار قدر ایست، کاش پیشکار ما هم سرانگشتی از هنرهای او را داشت. حیف که گیر ارباب احمقی افتاده است. خبر تازه ارباب، دیشب خانه ارباب موسی خان را دزد زده است. موسی خان؟ حالا چه دزدیدند؟ همه دار و ندارش را بردن، یک اسب هم برایش نگذاشتند. عجب، البته حقش است، بس که به اصل و نسبش مینازد. باید بیشتر مراقب باشیم، این دزدی سابقه نداشته ارباب. ممکن... نمیخواهم چیزی بشنوم. زبانت را کوتاه کن، تا شیرزاد پیشکار من است هیچ دزدی جرأت این کار را ندارد. ترس من از همین شیرزاد است، کارگر را چنان شلاق میزند که انگار... گفتم زبانت را کوتاه کن، برو به کارت برس. نمیخواهد به من درس بدهی؟ ارباب میبینید چگونه کارگرها را به کار واداشتم؟ خوشتان آمد؟ بله بله، بسیار راضیم. آفرین آفرین. چه سعادتی، سلام عرض کردیم ارسلان خان. سلام، این طرف ها چه میکنی؟ لابد خبر دزدی خانه موسی خان رو شنیدید، گفتیم پرسجو کنیم. شاید چی؟ شاید شما چیزی بدونید. اصلا به من چه ارتباطی دارد؟ شیرزاد، گمان میکنی دزدی خانه موسی خان کار کی باشه؟ خب من از کجا باید بدونم ارباب؟ گمان تو به کسی نمیرود؟ بگذارید ببینم، اگر به کسی گمان بد ببرم کسی جز آن کرم‌علی گردنکش نیست. به مباشر تازه تون اطمینان داری؟ اطمینان؟ از تو چشم من نزدیکتر از این چرفیست که میزنید. اعمال او به بزرگان نمیخورد. به نظرم این کرم‌علی آدم مطمئنی نیست. قبل از این نیز با او درگیری بسیار داشتم. او را با خودتان ببرید، شاید مغر بیاید. مگر درگیری آنها بر سر دزدی بوده؟ خوردنش که ضرری به حال شما ندارد، او مشغول کار سر زمینه، ببریدش. اما تو نباید آدم خودی را مقصر نشان میدادی. حقش بود، گوش به فرمان من نیست. دزدم که نباشه دست کم آدم میشه قربان. راست میگویی، خیلی خوب، ببینم چه میشود. راستی با اجازه شما باید به شهر برم و ابزار تازه بخرم. خدمتکار من قدم علی را هم با خودت ببر. او را به جای خود گذاشتم به کارگرها برسد. خود دانی. خدا نگهدار. چه خبر پیشکار جناب ارباب ارسلان؟ ارباب موسی خان مثل اسفند روی آتیش شده، راه میره و به ما بد و بیرا میگه. معامله خوبی است، او به ما بد و بیرا میگوید و ما هم در عوض تمام ثروتش را غارت میکنیم. امیدوارم کجناس رو بوده شده از خانه موسی خان رو در جای خوبی پنهان کرده باشه. الحق که به واسطه من از دربداری و راهزنی تو جنگل نجات پیدا کردی. خیلی خوب، حالا عوض تو بازم خوب جمع کن ببین چی میگم. امشب پس از خوابیدن دیگران سگا رو چیز خور میکنی و بعد کلون درا رو باز میذاری، بقیهش هم با ما. فهمیدی چی گفتم؟ بله. ارباب برخیزی، خانه خراب شده. ارباب ببینید چه بر سرمون آمده. چه خبر شده؟ حرف بزن. خانه را خالی کردن، همه دار و ندار ما را بردن. برو شیرزاد را خبر کن بیاد، زود باش. کدام شیرزاد قربان؟ به سراغش رفتم، با اتاق خالی مواجه شدم. به نظرم آن زورگیر خودش خانه را خالی کرده. اثری از اون نیست که نیست. اثری از اون نیست؟ ای داده بر من سکا، چی آنها چرا آشارمان نکردن؟ آن دزد خانگی سکا را چیز خورشان کرده. ارباب حیوانات به خواب رفتن. من و قدم علی بارها به تو گفتیم ولی کو گوش شنوام. حالا اینقدر نگران نباشید ارباب، چون به نگهبان ها اطلاع دادم آنان به دنبالشان هستند. ای وای، مگر اینکه خدا خودش نجاتمان بدهد.
نمیدانی پس از گذشت این یک سال و از دست دادن همه دار و ندارمان چه بر سر من گذشت. خب حالا بر سر شیرزاد و دیگر دزدان راهزن چه آمد؟ ماموران پس از زمان طولانی عاقبت آنان را دستگیر کردند، ولی من خسارت جبران ناپذیری از این ماجرا متحمل شدم، اما در عوض درس خوبی گرفتم که به راحتی بر کسی اعتماد نکنم. برانداز بیخی که خار آورد، درختی بیاور که بار آورد.